الرحمن الرحیم با بحث مجموعی اعداد صحیح و اعداد گویا در خدمت شما دوستای خوبم هستم. اولش میخواییم بریم سراغ مجموعی اعداد صحیح. مجموعی اعداد طبیعی که یادتونه، اعداد طبیعی رو با n نشون میدادیم و از یک شروع میشد تا بی نهایت، که هر عدد از اضافه شدن یه عدد یک واحد به عدد قبلی درست میشه. این عدد طبیعی که اگه به این اعداد طبیعی، به این مجموعی اعداد طبیعی رقم صفر رو هم اضافه کنیم، مجموعه اعداد حسابی رو به ما میده. درسته. اما مجموعه اعداد صحیح چیه؟ مجموعه اعداد صحیح در حقیقت، چون یاد اینا رو بلدیم میخوام یه خورده تند بگم، مجموعه اعداد صحیح در حقیقت ما به اعداد طبیعی قرینه هاشون و رقم صفر رو اضافه میکنیم، مجموعه اعداد صحیح درست میشه، که به احترام یه دانشمند آلمانی به نام زاهلن با زد نشونش میدم. خب اعداد صحیح محور دارن برای خودشون، صفر رو مبدا میگیم، اعداد سمت راست صفر اعداد مثبت هستن، اعداد سمت چپ صفر اعداد منفی هستن، و صفر رو مبدأ میگیم. درسته. شما قرینه اعداد صحیح رو بلد شدین و میدونین که به فرض قرینه مثبت 2 میشه منفی 2. چرا؟ مثبت 2 جاش اینجاست. برای پیدا کردن قرینه از اون نقطه تا مبدأ حرکت میکنین و همون مقدار از مبدأ دور میشین. یعنی ما باید الان یک دو واحد اومدم سمت صفر، دو واحدم ازش دورشم، یک دو رسیدم به عدد منهای 2، پس قرینه ی عدد مثبت 2 میشه منهای 2. درست شد. قرینه رو به زبان ریاضی با چی نشون میدادیم؟ با علامت منفی دیگه. به جای قرینه ی مثبت 2 میگم قرینه ی مثبت 2 میشه منفی 2. درست شد. بچه ها اگر مبدأ مختصات صفر، مبدأ محور اعدادمون صفر نبود، ببخشید از اونجایی که میگم بچه ها، دوباره میگم عذرخواهی میکنم، ببخشید بچه ها، اگر مبدأ صفر نباشه یه جای دیگه باشه، یعنی چی؟ ما الان اینجا میگیم قرینه مثبت 2 رو پیدا کن، یعنی دارم ازتون میپرسم قرینه مثبت 2 نسبت به صفر چه میشود؟ حالا قرینه مثبت 2 نسبت به منفی 1 چند است؟ بیاییم محور بکشیم. این محور این 2 نه منفی. پس الان مبدأ در حقیقت منفی 1 هستش. این مبدأ. درسته؟ طبق سوال دیگه ما باید از مثبت 2 تا مبدأ حرکت کنیم و همون مقدار ازش دور بشیم. 1 2 3، سه واحد هم ازش دور میشم، 1 2 3، رسیدم به این عدد منهای 4، پس قرینه مثبت 2 نسبت به منهای 1 میشه منهای 4. آقا بله، یه راه سریع‌تر نداره ما 2 ثانیه‌ای بتونیم حل کنیم؟ چرا؟ قرینه آ نسبت به بی میشه 2b منهای آ، میشه 2b منهای آ. یعنی چی؟ قرینه مثبت 2 نسبت به منهای 1، اینو دو برابر میکنی، 2b منهای عددت مثبت 2. خب این میشه منهای 2، منهای 2 منهای مثبت 2 هم بلد میشه منهای 4. البته جمع و تفریق اعداد صحیح رو مجبورم که الان باز براتون مرور کنم. یه مثال دیگه هم بگم، قرینه
منفی 5 نسبت به مثبت 3 چی میشه؟ قرینه منفی 5 نسبت به مثبت 3. میخوایم محوریم حل کنیم. این منهای 5 مثبت 3 هم اینجاست. الان مبدا ما میشه مثبت 3، درسته؟ از منهای 5 تا مثبت 3 حرکت میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 واحد هم ازش دور میشم. 1 2 3 4 5 6 7 8، شد عدد 11. پس قرینه منفی 5 نسبت به مثبت 3 شد مثبت 11. فرمولی بریم، قرینه آ نسبت به بی میشه اینو دوبله کن منهای اون کن. پس اینو دوبله میکنم میشه مثبت 6. حالا مثبت 6 منهای این میشه مثبت 11. بچه ها جمع و تفریق به کمک بردار یادتونه؟ فرمول جمع برداری یادتونه چی بود؟ فرمول جمع بود ابتدای بردار به علاوه طول بردار میشه انتهای بردار. فرمول تفریق چی بود؟ انتهای بردار منهای طول بردار میشه ابتدای بردار، درسته؟ حالا میخوام به یاد قدیما از این یکی دوتا مثال براتون حل کنم. مثلا میخوام بردار مثبت 5 ابتدا در منفی 2 رو رسم کنم و براتون جمع و تفریقش هم بنویسم. خب هر برداری 3 تا قسمت داشت. ابتداش که این گلگلیه بود، این درازیه طول بردار بود، این ابتدا بود و این کلش که فلش داشت انتها بود. ضمنی که بچه ها اگه طولش مثبت بود بردارتون اینوری بود، اگه طول منفی بود چی نوشتم؟ اگه طول منفی بود بردارتون اینوری بود. خب حالا ابتدای بردار یعنی اون گلگلیه روی منهای 2. خب مثبت 5 یعنی 5 واحد برو به سمت راست. 1 2 3 4 5 رسیدم به نقطه مثبت 3. البته تو کتاب‌های درسی هفتم و هشتم و اینا اومده یه جور دیگه اینو نشون داده، گفته ابتداش که منهای 2 از 0 دوتا میای سمت چپ، بعد حالا طول بردارت مثبت 5، 5 تا میری سمت راست، رسیدی به عدد مثبت 3، درسته؟ جمع و تفریقش چجوری میشه؟ جمع این هست ابتدای بردار به علاوه طول بردار مساوی با انتهای بردار. تفریقش چی میشه؟ انتهای بردار منهای طول بردار مساوی با ابتدای بردار، درسته؟ یادتون اومد؟ من فقط میخوام یه سری چیزا رو بهتون یادآوری کنم ها، برای همین این یکی رو میذارم به عهده شما. بردار منفی 4 ابتدا در منفی 1، اینو شما رسم کنید. خب میخوام بردار منهای 4 انتها در منهای 3 رو رسم کنم. ابتداش چنده؟ یه راهش اینه که سریع به کمک ابتدا به اضافه طول میشه انتها جایگذاری کنی، ابتدا رو پیدا کنی و خلاص. اما میخوام رو شکل بدون این کلکه حل کنم. میگم انتهای بردار منهای 3، پس روی منهای 3 ما انتها داریم، یعنی یا یه همچین برداری دارم یا یه همچین برداری.
درسته؟ خلاصه باید فلشه برسه به منهای سه. اما از اونجایی که طول بردار ما منهای چهار هستش، پس بردار ما چهار واحد به این سمت حرکت کرده، به سمت چپ، پس این بردار قبوله، این قبول نیست. متوجه عرضم شدین؟ ضمن اینکه این باید اندازه چقدر باشه؟ چهار. یک، دو، سه، چهار. پس این میشه بردارمون. پس ابتداش اتوماتیک میشه مثبت یک. حالا جمع و تفریقش رو می‌نویسم. ابتدا به علاوه طول میشه انتها. انتها منهای طول میشه ابتدا. حله؟ خب برای جمع و تفریق اعداد صحیح چیکار میکردیم؟ اول مختصر نویسی میکردیم. مختصر نویسی یعنی چی؟ یعنی علامت پشت پرانتز در داخل پرانتز اثر میکنه، پرانتز عبی میره، دوتا علامت عبی میرن، تبدیل میشن به یک علامت. خب که ضرب علامت ها چجوری بود بچه ها؟ منفی در منفی میشد مثبت، مثبت در مثبت میشد مثبت، مثبت در منفی میشه منفی، منفی در مثبت میشه منفی. یادتون اومد؟ پس ما مختصر نویسی میکردیم. بعد از اینکه مختصر نویسی میکردیم چیکار میکردیم؟ میگفتیم اگر دو عدد هم علامت بودند جمع میکنیم، اگر دو عدد هم علامت بودن جمع میکنیم، اگر دو عدد هم علامت نبودن تفریق میکنیم، در پایان علامت عدد بزرگتر رو قرار میدیم. یکی دوتا مثال رو با هم مرور کنیم. مثلا منفی 8 منهای منفی 11. مختصر نویسی میکنم. علامت عذر میخوام، علامت پشت پرانتز توی پرانتز اثر میکنه، پرانتزا خداحافظ. این پشت پرانتز چی نیست؟ پس خودشو مینویسم. این منفی در منفی میشه مثبت، پس میشه مثبت 11. تا اینجا مختصر نویسی کردم. حالا که مختصر نویسی شد میام سراغ این فرموله. الان اینجا عددها هم علامت نیستن، یکی منفی یکی مثبت، درسته؟ پس میگه اگه دو عدد هم علامت نبودن تفریق کن. 11 و 8 رو تفریق کنم میشه 3. میگه علامت عدد بزرگتره رو بذار. 11 بزرگتره یا 8؟ 11. علامت پشتش مثبت. یکی دیگه مثبت 4 منهای منفی 10. پشت این هیچی نیست، خودشو مینویسم. منفی در منفی مثبت. خب دو عدد الان هم علامتن، جفتشون مثبتن. اگر دو عدد هم علامت بودن جمع کن. 4 و 10 رو جمع میکنم. 10 بزرگتر از 4 دیگه، علامتش چیه؟ مثبت. خب این از جمع اعداد صحیح. ضرب و تقسیمش هم همینجا سریع با هم مرور کنیم. برای ضرب چی کار میکردیم؟ برای ضرب اول ضرب علامت ها، دوم ضرب عدد ها. مثلا منهای 4 ضرب داره منهای 5، منفی در منفی مثبت 4 5 تا 20، مثبت 3 ضرب داره منهای 8، مثبت در منفی منفی 3 8 تا 24. برای تقسیم اعداد صحیح چیکار میکردیم؟ این همینه، همینجا درستش کنیم. 1 ضرب علامت ها، 2 تقسیم عدد ها. مثلا منهای 40 تقسیم بر منهای 5،
منفی در منفی مثبت 40 تقسیم بر 5 8، مثبت 2 تقسیم بر منهای 3، مثبت در منفی منفی 2 تقسیم بر 3 نمیشه کسری می نویسم 2 سوم. این هم میشه ضرب و تقسیم اعداد صحیح. بچه ها برتری محاسبه یادتونه؟ زور کدوم یکی از علامت ها از اون یکی بیشتره؟ برتری محاسبه برای محاسبه جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعداد صحیح وقتی بینشون هیچ پرانتزی مثلا نمیذاره، ما باید اول کدوم رو حساب بکنیم. دقت کنیم بچه ها. اول از همین که برای برتری محاسبه زور پرانتز یا کروشه از همه بیشتره، درسته؟ بعد پرانتز و کروشه زور توان و جذر از همه بیشتره، بعد توان و جذر زور ضرب و تقسیم، و بعد ضرب و تقسیم زور جمع و تفریق. اما دقت کنیم بچه‌ها، می‌بینید توی عبارتی فقط ضرب و تقسیمه، کدومو اول حساب کنم، چیکار باید بکنم؟ به فرض 56 تقسیم بر 7 ضرب در 8، 56 تقسیم بر 7 ضرب در 8، می‌خوام اینو حساب بکنم. این دو جور حساب میشه. الان میتونم بگم 7 8 تا میشه 56 تا، 56 تقسیم بر 56 میشه 1. میتونم هم بگم 56 تقسیم بر 7 میشه 8، 8 8 تا 64 تا. دو تا جواب به هم داد، نمیشه که، باید یه جواب بده، یکیش غلطه. متاسفانه بیشتر بچه ها فکر میکنن بین ضرب و تقسیم زور ضرب از همه بیشتره، یا بین جمع و تفریق زور جمع از همه بیشتره. اصلا اینطوری نیست بچه ها. ما اول از همه باید به این ریتم بیایم جلو، اول پرانتز و کروشه، بعد توان و جذر، بعد ضرب و تقسیم، بعد جمع و تفریق. اما اگر رسیدیم به عبارتی که توش فقط مثلا ضرب و تقسیم بود، نمیدونیم زور کدوم بیشتره، کدوم باید اول حساب کنیم، دقت کنیم بچه، ریاضی را کدوم سمت می نویسیم؟ چپ. پس اونی که سمت چپ قوی تره. در حقیقت ما همه اینا رو از چپ به راست باید حل کنیم. پس اینجا این غلطه، این درسته. اول تقسیم زورش بیشتره، چون تقسیم سمت چپ بود. 56 تقسیم بر 7 میشه 8، 8 8 تا 64 تا. درست شد؟ یه چند تا مثال با هم حل کنیم. به مثالی که براتون در نظر گرفتم دقت کنین. میگه کروش 8 منهای 3 پرانتز باز 2 منهای 6 پرانتز بسته به اضافه 1 کروش بسته منهای پرانتز باز 24 تقسیم بر 8 ضرب در 3 منهای 2 به توان 2 پرانتز بسته. خب زور کی از همه بیشتره؟ پرانتز و کروشه. اینجا هم کروشه دارم هم پرانتز، اما اونی زورش بیشتره که سمت چپه. پس من باید اول اینو حساب کنم، اینو حساب کتاب میکنم، بعد میرم سراغ این، چون این سمت چپه. خب پس اینو پایین بنویسم، 8 منهای 3 2 منهای 6 به اضافه 1. خب الان اینجا زور کی از همه بیشتره؟ مشخصه، زور پرانتز، درسته؟ پس اول باید اینو حساب کنم، 2 منهای 6 میشه منهای 4. یه بار دیگه بچه ها بازنویسیش میکنم، 8 منهای 3 ضرب در منهای 4 به اضافه 1، پرانتز عامل ضرب بود دیگه. خب توان و جذر نداریم، ضرب و تقسیم داریم اینهاش، پس الان باید اینو حساب کنم، درسته؟ 3 ضرب در منهای 4 میشه منهای 12. دقت، میتونستم منهای 3 رو ضرب در منهای 4 کنم، وقت بعد دایرهمو از اینجا میکشیدم، هیچ فرقی نداره. خب پس میشه 8 منهای این چند شد؟ منهای 12 به اضافه 1. پس میشه 8 منفی در منفی مثبت 12 مثبت 1.
درسته. حالا میام سراغ جمع متفق از سمت چپ. 8 به اضافه 12 میشه 20، به اضافه 1 میشه 21. پس این کلن شد 21. بیایم سراغ این، اینو بنویسیمش. 24 تقسیم بر 8 ضرب در 3 منهای 2 توان 2. خب پرانتز کروشه نداره ولی توان داره، پس اول باید این حساب بشه. 2 به توان 2 میشه 4. یه بار دیگه بازنویسیش میکنم برای اینکه بهتر بفهمیم. شما ولی نیازیست تو امتحان قراره بازنویسی کنیم. خب دیگه توان و جذر نداره، میان سراغ ضرب و تقسیم. بین ضرب و تقسیم اونی که سمت چپه برنده است، پس اول اینو حساب میکنم. 24 تقسیم بر 8 میشه 3، پس میشه 3 ضرب در 3 منهای 4. الان نوبت اینه، 3 3 تا 9 تا میشه 9 منهای 4 و 9 منهای 4 هم میشه 5. پس این هم کلن شد 5. پس عبارت ما شده 21 منهای 5 یعنی 16. چند تا مثال مهم و پویسرم براتون در نظر گرفتم که با همگه حلش میکنم. خب اولیش میگه که حاصل جمع 28 به اضافه 32 به اضافه 36 تا 100 میشه چند. بچه ها فرمول حاصل جمع سری منظم یادتونه چی بود؟ فرمول حاصل جمعش این فرمول جمع بود عدد اول به علاوه عدد آخر ضرب در تعداد تقسیم بر 2. بعد فرمول تعداد چی بود؟ فرمول تعداد بود عدد آخر منهای عدد اول تقسیم بر فاصله. فاصله یعنی این که اینا چند تا چند تا دارن زیاد میشن. مثلا اینجا داره 4 تا 4 تا زیاد میشه، پس فاصله 4 تا 4 است به اضافه 1. خب پس اول بیاییم بچه تعداد اینا رو حساب کنیم. من با گچ زرد بنویسم تعداد میشه عدد آخر منهای عدد اول تقسیم بر فاصله، چند تا چند تا زیاد میشن؟ 4 تا 4 تا به اضافه 1. خب 100 منهای 28 میشه 72، تقسیم بر 4 میشه 18، به اضافه 1 میشه 19. پس تعدادشون 19 تاست. حالا بریم سراغ حاصل جمع. حاصل جمع فرمولش چیه؟ عدد اول 28 به علاوه عدد آخر 100 ضرب در تعداد که 19 تا شد تقسیم بر 2. خب 28 با 100 میشه 128، شد 128 ضرب در 19 تقسیم بر 2. 128 رو با 2 ساده کنیم 64، پس جواب میشه 64 ضرب در 19. مثال بعدی دقت کنیم. 200 منهای 195 به اضافه 190 منهای 185 تا 10 منهای 5. خب بچه ها برای اینه که یکی در میون مثبت منفی هم، بهترین کلک اینه که بیایم بسته های دوتایی درست کنیم. نگاه کنیم. خب جواب هر بسته میشه چند؟ 200 منهای 195 میشه 5، 190 منهای 185 5، 10 منهای 5 5. پس فقط کافیه الان ما ببینیم چند تا 5 داریم. چجوری بفهمیم چند تا 5 داریم؟ بچه ها از 5 5 10 15 20 تا 200، از 5 تا 200 تعدادشون چند تاست؟ تعداد 5 تا 200 خب میشه چی؟ عدد آخر
منهای عدد اول یعنی 5. دقت کنید بچه، نگین عدد اول منهای 5 تو تعداد بی خیال علامت ها بشی. از 5 تا 200 میخوام اینم چند تاست. 200 منهای 5 تقسیم بر فاصله، چند تا چند تا داره اضافه میشن؟ 5 تا 5 تا به اضافه 1. خب 200 منهای 5 میشه 195، تقسیم بر 5 میشه 39، به اضافه 1 میشه 40. پس از اینجا تا اینجا 40 تا عدده. اما بچه ما این 40 تا عدد رو اومدیم چیکار کردیم؟ بسته های دوتایی درست کردیم، درسته؟ از این 40 تا عدد چند تا بسته دوتایی در میاد؟ آفرین، 20 تا. اگه 40 رو تقسیم بر 2 کنیم میشه 20 تا بسته. پس تعداد این بسته هامون 20 تاست. هر بسته مگه 5 نبود؟ پس در حقیقت تعداد 5 هامون 20 تاست. پس جواب میشه 20 تا 5 یعنی 100. یه مثال دیگر هم با هم حل کنیم. 1 منهای 6 به اضافه 2 منهای 7 به اضافه 3 منهای 8 تا به اضافه 20 منهای 25. ریتم خاصی ندارم، 5 تا 1 شده 6، 6 شده 2، 2 شده 7. اما بچه مطمئن باشین حتما یک کلکی تو این سوال هست. بهتون گفتم وقتی یکی در میون مثبت منفی هم چیکار کنیم؟ بسته های دوتایی درست کنیم. پس اینجا هم بیاین بسته درست کنیم. 1 منهای 6، 2 منهای 7، 3 منهای 8، 20 منهای 25. خب 1 منهای 6 میشه منهای 5، 2 منهای 7 میشه منهای 5، 3 منهای 8 میشه منهای 5، 20 منهای 25 هم میشه منهای 5، درسته؟ الان کافیه من فقط بفهمم چند تا منهای 5 دارم. از اونجایی که ریتم یکسانی ندارم من بگم بیام یک کلک بزنیم. بچه از هر بسته یک نماینده انتخاب کنیم و ببینیم اون نماینده تا چند پیش میره. نگاه کنیم، من عدد اول هر بسته رو به عنوان نماینده انتخاب میکنم، اونا رو قرمز میکنم. عدد اول هر بسته، خب پس میشه 1, 2, 3 تا 20. پس اینا 20 تان و دیگه تقسیم بر 2 نمیخواد. چرا تو قبلی تقسیم بر 2 کردم؟ من کل عددها رو شمردم، گفتم چند تا بسته دوتایی دارم، اما اینجا از هر بسته یکیش رو شمردم، پس دیگه تقسیم به 2 نمیخواد، یکی رو نماینده گرفتم، شد 1, 2, 3, 4 تا 20. پس کلن 20 تا بسته دارم. پس میتونم بگم 20 تا منهای 5 دارم، درسته؟ پس میشه 20 تا منهای 5 که میشه منهای 100. این یکی مثال از اون مثال تکراری است که مطمئنم همه تون دیدین، ولی خب باید میگفتم دیگه، چاره ای نداشتم. 1394 منهای 1 ضرب در 1394 منهای 2 ضرب در 1394 منهای 3 ضرب در تا 1394 منهای 2000. خب تو مرحله اول باید بگیم یا حسین نگاه کن چقدر پرانتز من باید حساب کنم. این میشه 1393، این میشه 1392، این میشه 1391. اوه بعد چی حال داره همه اینا رو حساب کنه. کلن سوال به ظاهر سخت تو امتحان اتیزوشان دیدیم، بدون از همه راحت تره. فقط یه خورده ما باید عقلمون رو کار بندازیم. بچه پرانتزایی که اینجا هست، خب همه اولش 1394 داره، پس یه پرانتزی این وسط هست که این شکلیه، 1394 منهای، نگاه کنید بچه ها، 1, 2, 3, 4, 5 تا 2000 عدد دومیاشو میگم. خب قبول داریم پس این وسط ها 1394 داریم، چون 1, 2, 3, 4, 5 تا 2000، درسته؟ بچه ها 1394 منهای 1394 میشه 0. صفرم تو هر چیزی ضرب شه جواب میشه